لباس هوایی به تنه میرم تا آزادی, آزادی تنه من از اول پرنده بودم و جربازم بگیر تا لاتاری سلام خوش اومدین به قسمت اول سری اپیزود های ویژول حالا چرا ویژول این همه اسم این همه اسم سنگین ما مثلا خیر سرمون داریم راجع به محتوای تخصصی صحبت میکنیم رفتم تو چت جی گفتم تل می نیم فور کریئیتینگ پروگرام ویدیو یه سری اسم منم لیست کرد کال انداختم واسه آقا فوری گفتم آقا فوری یه برنامه جدید با یه اسم جدید توی کانال بولچ و نظر چی گفت عالی احمد رضا گفتم که ویژول هستی یا نه گفت آره به قیافت میخوره حالا به قیافه من ویژول میخوره او نمیخوره نمیدونم توی ویژول قراره که من بیام راجبه طراحی پوسترها طراحی کمپین‌ها کلا راجع به طراحی دیگه بالاخره حاجیتون چون طراحی گرافیکه برای همین میخواد توی طراحی گرافیک نظر بده برای قسمت اول من میخوام یه سری از پوسترای مکدونالد رو ببینم ولی خب اختصاصا میخوام روی یکی از کمپینای صحبت بکنم مکدونالد هم خوراکش کمپین زدنه یعنی هر چند وقت یه بار یه کمپینی رو میکنه خیلی هم حرفه‌ای رو میکنه کمپینی که میخوام صحبت بکنم اسمش هست مک دلیوری و با این هدف بود که آقا مکدونالد محصولات خودش رو برای مشتری ها هر جایی از جهان باشن تو هر ای که باشن این رو میفرسته این کمپین رو شرکت بورنت توی لندن برگزار کرد اسم طراحش هم کاترینا بورلت بود اگه اشتباه نکنم و یه کمپینیه که برگزار شد و کلی هم پوستر از توش در اومد و جزو کمپین های موفق مکدونالد توی 20 سال اخیر نامیده شده و قبلا هم یه سری پوستر واسش درست کرده بودن حالا توی 2021 هم یه سری پوستر جدید اومد بیرون که حالا امروز امروز که نه تو این ویدیو قراره چند تا از اون پوسترها رو ببینیم خب چون پوسترای تکی اینا رو من پیدا نکردم یه دونه عکس چند تا کنار هم بود و اونا رو گذاشتم توی این پوستر ها کلا اصلا مکدونالد توی همه پوسترهاش یه سری المان ثابت داره یعنی برای مناسبت های مختلف که مثلا کمپین میره نمیدونم فادر دی هر چیزی که میره از این امش همیشه استفاده میکنه یا از سیب زمینیش از مدل بسته بندی سیب زمینیش استفاده میکنه یا یه مدل دیگه هم که داره از همبرگرش هست که استفاده میکنه اکثر تبلیغات شاید 90 درصد در تبلیغات مکدونالد رو ببینید البته مثلا سامردهش اصلا اینطوری نیست ببینید اکثرشون یک سری علمان ثابت دارن که به مدل مختلف اجرا شدن توی این هم همونطور که میبینید از اون ام مکدونالد استفاده کرده و کاری که کرده این بوده که این ام اینجوری شد میشه توی پنجره مردم یعنی تو خونه مردم پنج مدل پوستر همشون میخوان این دلیوریه رو بگن که هر جایی که باشی مکدونالد میتونه واسط بفرسته یه سری پوستر دیگه هم داشتش البته این واسه قدیمی یعنی فکر نکنم واسه 2021 بود ولی اومده بود استفاده کرده بود از انیمیشن ها و کارتون های مختلف و دوباره اون بحث دلیوریه رو میخواست بگه که بانیه شما حالا نوشته دلیورینگ باس یو لاف تقریبا چهار پنج مدل پوستر هم اینطوری اومد که مثلا یکیش سیندرلای که اون کفش گم شدهش رو یکی داره براش میاره یا یکیشون گربه است که فکر کنم کاراکتر شرک توی انیمیشن شرک باشه که اون رو مثلا اون چکمش رو واسه شو که نماد مهمیه یا مثلا واسه ماریو فکر کنم اگه اشتباه واسه ماریوه آه، که ستاره اومده بهش داده کلا مکدونالد خیلی سک مختلفی رو واسه یه پوسترهاش اجرا میکنه این خانم کاترینا بورل توی بیهنس هم حالا پروفایلش هست چند تا از ترهاش رو میذارم تونسته این تبلیغات دلیور رو اجرا بکنه به اون هدفی که میخواسته که مکدونالد هر جایی که باشی واسط میاره خیلی خوب تونسته اشاره بکنه یه سری پوستر دیگه هم وجود داره که اومده دوباره از محصولات مکدونالد استفاده کرده همبرگره اومده از اون کنجدش استفاده کرده به صورت لوکیشن و روی نون گذاشته بعدیش فکر کنم چیزه اسمش یه خیارشوره که حالا گذاشته رو اون اگه اشتباه نکنم اومده سیب زمینی رو توی سس زده و اون قطره سسه که پریده بیرون اونم دوباره به شکل لوکیشن هست و اون وی دلیور رو بالاش نوشته کلا روی قطره ها خیلی تمرکز کرده روی جزئیات خیلی ریز تمرکز کرده نوشابه است فکر کنم اگه اشتباه نکنم و دوباره اون قطره نوشابه که افتاده بیرون شده لوکیشن و به معنی وی دلیور شده توی همهشون نکته که وجود داره این مینیمال بودن است یعنی کلا همه های مکدونالد رو ببینید شاید میشه گفت 90 درصدشون مهمترین چیزی که داریم مهمترین سبکی رو که پیروی میکنن مینیمالیسته همشون اومدن با ساده ترین مدل ممکن پیام کمپینر رو رسوندن و اصلا به نظرم نقطه قوت مکدونالد اینه که با آبجکت های کم بیشترین معنی و مفهوم رو میرسونه این هم از یه سری از تبلیغات کمپین مکدلیوری مکدونالد که حالا کمپین خیلی فوق العاده ای بوده تو این 20 سال اخیر و طراحیاش رو با هم دیگه دیدیم حالا شما بگین از بین این سه تا مدل پوستر یا سه تا سری پوستر کدوم پوستر کدوم مدل پوستر را به نظرتون از همه جذاب تره و مخاطب نگاه بهتری رو بهش میکنه یعنی بیشتر روش میمونه بین این سه تا کامنت بذارید که کدوم یکیه کانال بولچو رو سابسکرایب بکنید ویدیو رو لایک بکنید کامنت بذارید و تا یه ویدیوی دیگه بتون.